چیز غیر عینی، یه چیز غیر قابل لمس، یه چیز غیر قابل درک رو ما تشبیهش کنیم به یه چیزی که قابل لمس، قابل درکه که طرف بتونه بفهمدش. میخوام عشق رو توضیح بدم به یه بچه 5 ساله و هم میگه عشق چیه؟ میگم نمیدونم، از یکی خوشت میاد. میگه خب چجوری میشه بعدش؟ میگم که نمیدونم دیگه، یه حالیه تو وجودت دیگه، چجوری توضیح بدم مثلا عاشق شدن چیه؟ و کجا میفهمی عاشق شدی؟ میگم نمیدونم، ولی مثلا قلبت یه جور دیگه میزنه، آن ریتمی قلبی یعنی پیدا میکنیم، این که مضره. نه نه، آن ریتمی قلبی پیدا نمیکنیم، یه حال دیگه میشه همش دیگه. میگه خب چجوری مثلا؟ واقعا چی ندارم بهش بگم. یه بچه 5 ساله ازم میپرسه آتش چیه؟ میگم آتش چیزی که شعله داره، دستتو بگیر جلوش، دستت میسوزه و اینا. میگه نمیفهمم. میگم اوکی اشکال نداره. میرم اصلا گاز رو روشن میکنم، میگم بیا این شعله های آبی رو میبینی، زردا رو ببین. میگن شعله، دستتو بگیر جلوش، آها میبینی دستت میسوزه. من برای آتش توضیح دارم، توجیه دارم، آتش قابل لمسه، قابل دیدنه، اما عشق نیست. برای همین میگم چی؟ برای همین میگم آتش عشق. میگم حالا که آتش رو فهمیدی چیه، عشق مثل یه آتش میمونه. میگه آهان، یعنی انگار یه جوری وجودت رو میسوزونه. میگم آره حاجی، یه چیز تو این مایه هست. یعنی کار ما در اضافه تشبیهی، یکی از کارهای ما در اضافه تشبیهی اینه که بچه ها ما یه چیزه، نگاه کنید، غیر عینی رو، یه چیزی که غیر قابل دیدن، غیر قابل لمسه رو به یک چیز عینی تشبیه میکنیم. یعنی مشبه ما غیر عینیه، مشبهن به ما عینیه. درد رو میشه دید؟ نه، ولی دریا رو میشه دید. درسته؟ سرنوشت رو میشه دید؟ نه، ولی آدم رو میشه. ظلم رو میشه دید؟ نه، ولی گرگ رو میشه دید. محبت رو میشه دید؟ نه، کوه رو میشه. عموما دارم حالا درد، درد، چت رو باز کن، کدومش عینی تره؟ کدوم رو میشه ببینیم رسما؟ کدوم رو میتونیم دست بکشیم روش، رنگش رو ببینیم، بخوریمش اصلا، تلخیش رو بفهم؟ درد دیگه، درسته؟ پس همه تون قبول دارید که این درده عینی تره؟ این درده عینی تره؟ آهان، پس باید بگم درد که یه چیز غیر عینیه مثل چی میمونه؟ مثل درد میمونه، مثل آتش عشق. عشق که یه چیز غیر عینیه رو تشبیهش میکنن به آتش که عینیه. پس اینم تو ذهنتون داشته باشید که عموما مشبهون به عینیت داره، قابل رؤیت. چطور ببند لطفا. حالا بریم سراغ درس. خب باران رحمت، من گفتم اضافه تشبیهیه. چرا؟ چون رحمت خدا بچه ها در حقیقت مثل بارون میمونه که همه جا قرار ریخته بشه و مردم ازش لذت ببرن. خانه نعمت، نعمت خدا مثل سفره است، چون توی سفره غذا میخوریم، نعمت خدا رو هم قراره بخوریم، اشتراک داریم. پرده ناموس، آبرو، مثل پوشش میمونه. چرا؟ چون هر دوی چیزی رو پنهان میکنن. حالا اینجا چیه که پنهان کردن؟ گناهان ما رو که پنهان کردن، درسته؟ رزق و روزی که خدا میده مثل حقوقه. چرا؟ چون هر دو از جانب یک کسی به کسی دیگر داده میشه یا عطا میشه، درسته؟ پس تمام اینا چی دارن؟ اضافه تشبیهی دارن. بیایم جلو. دل کبیر چنو اضافه ایست که با هم دیگه بررسی کردیم، گفتیم چیه؟ مجاز از وسط کبیره، پس مضاف و مضاف الیه داریم. اما امروز جلسه اوله، من به اندازه کافی درس دادم و فکر کنم اصلا سرتونم درد آوردم. خب برای جلسه اول خیلی سنگین بود و جلسه اول نمیخوام اذیتتون کنم، اما یه چند دقیقه‌ای، شاید در حد 10 دقیقه‌ای میخوام باهاتون صحبت کنم و هر آن چیزی که شما نیاز دارید رو بهتون توضیح بدم. یک، بچه ها تنها قسمتی که من واقعا نمیتونم براتون کاری انجام بدم توش قسمت لغاته.
شما موظف هستید لغات هر درس رو مو به مو بچه ها بلد باشید و دقت کنید، نه اینکه به شکل کلی چیزو بلد باشی، بلکه به شکل دقیق اونو بلد باشی. مثلا